افزون بر امتیازهای اجتماعی آخوندها و روزه‌خوان‌ها همچون یک قشر ممتاز در نظام جمهوری اسلامی، به درآمد مالی اونا از قبل روزه‌خوانی و مدحی فکر کردین؟ بذارین چند تا خبر براتون بخونم. بازتاب رقم‌های نظیر هر جلسه مدحی و سخنرانی حدود 1,000,000 تومان عددی است که برای کشوری که یارانه هر نفر 45,000 تومان و حقوق یک کارگر کمتر از 400,000 تومان برای 200 ساعت کار سخت در ماه است، برای کمتر از 1 ساعت پذیرفته نیست. در این شرایط حضور برخی ائمه جمعه تهران در میان این سخنرانان باعث شگفتی است. روزنامه جمهوری اسلامی: نرخ مداحان زن از 90,000 تومان تا 500,000 تومان متغیر است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که این پدیده مداحان زن از بالای شهر تهران به مرکز و جنوب شهر و به شهرستان هم کشیده شده. واحد مرکزی خبر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت مداحان استان تا 7 برابر نرخ تعیین شده دستمزد می‌گیرند. به گفته او در این استان مداح مرد و مداح زن تعدادشان 340 خورده مداح مرد و 270 خورده مداح زن است که در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند. یادتون میاد قبل از انقلاب جوانای قدیم شاید یادشون بیاد شیخ احمد کافی یا حاج شیخ احمد کافی که عکسشو میبینید، از معروفترین واعظای ایران و مؤسس مهدیه تهران و چند شهرستان. امشب من نمیدونم چرا این دلم هی داره بهانه میگیره، میگه کافی مردم رو بردار و ببر کنار قبر علی ابن موسی رضا. مانند سگ گرس از دروازه مدینه بیرون رسیدیم بالای بلند
یه وقتی نماز داده رو جوی درم جد که مرتبه صدا داد لبه اومدم بابا یه وقت دیرم از آن گوشه یه زهرا به ایدن شد داره میاد دویدم جلو آجونم کجا بودی کجا رفتی یه وقت صداد از مرفت محمود در یتیم جن بابا مزدار دنیا نمیتونم منبر برم اسم امام حسین دارم من نمک مجلس ابی عبدالله تو همین مهدیه تهران منبر میرفت و مدام میگفت عاشق امام زمانه. بارها از رو منبر توی تاریکی روزخونی به امام زمان تلفن میزد، یعنی شماره میگرفت، من خودم شاهدش بودم. و بعد میگفت مهدی گوشی رو بردار. جوانان دیروز قطعا اگر پای منبرش نبودن نواراشو شنیدن، احتمالا روی اینترنت هم هست، چون امروز داشتم روی اینترنت نگاه میکردم دیدم تیکه های از سخنرانی شیخ احمد کافی هست، تیکه تیکه، احتمالا این تیکه هم توش هست. امروز هم از این خبرها هست، بلکه بیشتر. امروز مده ها پیامک میزنن با عذرخواهی از همه معتقدان به امام حسین، تکست میفرستن برای امام حسین. هر شب به شما من تک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، تو جواب ندی پیامک میزنم، تو جواب ندی پیامک میزنم. سلامک سلامک سلامک. و برای این کاراشون و برای روزخونی گروندن مردم پای منبرشون پول میگیرن. سایت باستاب نوشته که یکی از منبری‌های معروف برای 10 شب منبر یک پژو 206 صفر کیلومتر گرفته. حساب کنین میشه هر شب چقدر، ساعتی چقدر. روزخونی و وعظ و مداحی از کی در ایران رایج شد و ممر درآمد شد؟ خب بعد اول ببینیم اصولا روحانیت شیعه چگونه شکل گرفت و بعد شد روحانیت منبری. دکتر بهرام چوبینه، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و استاد بازنشسته جامعه شناسی از شهر بن آلمان با ما هستند. آقای دکتر چوبینه درود بر شما، خوش آمدین به این برنامه. از دکتر بهرام چوبینه بیش از 30 کتاب به زبانهای فارسی و آلمانی منتشر شده، از جمله تشیع و سیاست در ایران، دکتر مصدق و بهائیان و پشت پرده های انقلاب اسلامی. آقای چوبینه با تشکر از حضورتون، بفرمایید روحانیت به معنایی که امروز میشناسیم از چه زمانی شکل گرفت؟ ببینید ایران یک کشوری بود، پس از یورش تازیان به ایران یک کشوری بود سنی مذهب. مذاهب مختلف سنی در ایران در گوش و کنار این کشور و در مرکز ایران زندگی میکردند و هر کدام از اینها معتقدین و مؤمنین خودشون رو داشتند. در سال 906 هجری کنفدراسیون ارزنجان یا بگیم قزلباشان ایجاد شد و تبدیل به قزلباشان که طوایف مختلف ترک بودند به ایران با نام اسماعیل به ایران حمله کردند. به هر حال ایران با یورش قزلباشان که یک کشور سنی بود با چماقداران قزلباش تبدیل شد به یک کشور شیعی. این کشور طبق مستندات تاریخی که خود مورخین ترک و همراهان اسماعیل، شاه اسماعیل و قزلباشان به ایران آمده بودند، در ایران آخوند شیعی وجود نداشت. اگر کسانی بودند در طرفهای ری و یا بعضی نقاط ایران، اینها بی نهایت ناشناس بودن، ناشناخته بودن و در حقیقت باید گفتش که یک جمعیت ناچیزی بودن. تعداد زیادی از ملایان سنی که نامور و مشهور بودن به سرزمین های عثمانی و یا به شمال ایران
مهاجرت کردن از ترس جانشون. من میل ندارم از سرنوشت میبودی و یا اون تشتکی و دیگران اینجا صحبت بکنم که بسیار شنیدنی هستش که چگونه اینها مجبور شدن بعضی از اینها جان خودشونو بدن و قبول شیعه‌گری رو نکنن. آنچه که مهم هستش در زمان اسماعیل هیچ ملای شیعی در زمان او پیدا نمی شد و کشوری که داشت تبدیل می شد به یک کشور شیعی احتیاج مونربی داشت به ناطقین، ذاکرین، ملایان و روحانیونی که بتوانند مسائل و دستورات و احکام شیعی رو و سنت‌های شیعی رو مطرح بکنن و توسعه بدن و نشر بدن. شاه اسماعیل با جنگ‌هایی که با امپراتوری عثمانی درگیر این جنگ‌ها بود و جنگ‌های متعددی که در سراسر ایران با ازبک‌ها و غیره انجام داد، انقدر گرفتار بود که به این منزل نرسید جوابی بده. قزلباشان در زمان شاه طماسب مجبور شدند که به این مشکل اساسی توجه بکنند و به سرعت برای اینکه در ایران تعدادی از ملایان شیعی به وجود بیان و تعدادی ملای ایرانی هم بتوانند تربیت بکنند، مجبور شدند از جبل آمل، کرک، از سرزمین‌های شیعه نشین دهات و قصبات کرک و که من نواحی بین لبنان و سوریه و عراق هستش بتوانن اردن و اینها بتوانن بیارن به ایران، مجبور شدن نمایندگانی به اونجا بفرستن و اینها رو با تطمیع این افراد که آدمهای بسیار ساده و عادی بودند به ایران کشندن. اولین کسی که توانست به ایران وارد بشه و تا یه حدودی دانش شیعی داشت شیخ عبدالعالی کرکی بود. این شیخ عبدالعالی کرکی با ورود به دربار شاه طماسب سبب شد که عقاید و اندیشه‌های شیعی را برای شاه طماسب اصلا تعریف و تشریح بکنه. شاه مرید او شد و قبول کرد که مقدار زیادی ثروت در اختیار او بگذاره و مقدورات بسیار وسیع نظامی و غیره تا بتوانه این شخص در ایران بمانه و به نشر عقاید شیعی بپردازه. مهمترین کار این عبدالعالی کرکی این بود که به سراسر ایران صدر یا بگیم پیش نمازانی میفرستاد از طرف خودش به نمایندگی از جانب خودش به دهات، شهرها و قصبات ایران. این افراد در این حال که در اون شهرها به کار پیش نمازی وعظ و تعلیم و تربیت مردم برای شیعه‌گری و برای شناختن سنت‌های شیعه‌گری بودند، در این حال به کار قضا و تعلیم و تربیت هم می‌پرداختند. منابع مالی این افراد از جانب قزلباشان و مالیات هایی که در ایران گرفته می شد از مردم پرداخته می شد. خود این عبدالعالی کرکی در سال 700 تومان آن زمان که بی نهایت پول زیادی بود از مالیاتی که از مردم گرفته می شد به او پرداخت می شد. در یک خانه مجللی زندگی می کرد و در این حال به نشر این عقاید میپرداخت و در حوزه‌ای هم در قزوین ایجاد کرد. در اینجا من باید به سرعت بگذرم ولی اشاره بکنم به چهار کار بسیار مهم این عبدالعالی کرکی و اون اینی که یکی گفتم فرستادن ملایانی که تربیت شده خود او بودند، جوانانی که تازه تربیت یافته بودند به سراسر کشور. قضیه دیگه که بسیار مهم هستش و من فکر میکنم که برای ما بی نهایت مهم هست، اینها هر کدوم از این ملایان در این حال قاضی شهر در شهر خودشون بودند. در این حال به اسناد و قباله ها و غیره می نوشتن و پول دریافت میکردن. در قضا و تعلیم و تربیت انحصار آنها بود و
از این راه به مال و منزلتی میرسید. توجه می این داشته باشیم که شاه طهماسب از آنجایی که مردم زبان عربی نمی دانستند، با این ملایانی که از جبل عامل و کرک و غیره می آمدند مشکلاتی داشتند. حتی خود قزلباشان هم چندان دل خوشی از این افراد نداشتند. اختلافات بین اینها فراوان بود در خودم در همون زمان، به طوری که مجبور شد شاه طهماسب فرمانی صادر بکنه به خط خودش که ملزم هستن قزلباشان از فرامین شیخ الاسلام ایران عبدال کرکی پشتیبانی بکنن و دستورات اون اجرا بکنن. عبدال کرکی یک کار دیگه کردش، با این که با نامه و ارسال نمایندگانی به کرک و غیره تعداد زیادی از ملایان بی نهایت ساده و بی کم سواد اون زمان رو به ایران آورد. آقای دکتر چوبینه، تا همینجا چند تا سوال مطرح است. یکی این که آنچه که آقای کرکی پای گذاشت تا کجا ادامه پیدا کرد، تا چه زمانی ادامه پیدا کرد در ایران؟ و دو این که شما فرمودید که منابع مالی که در واقع پرداخت حقوق و درآمد آخوندها از همون موقع از قبل مالیات مردم می آمد و در حالی که مالیاتی پرداخت نکردند هیچ وقت در ایران، آخوندها از قبل وضعی که می کنند و مدها از قبل دریافته که دارن برای فقط روزخونی و مدهایشون. و نکته مهمتر از همه اینا این که آیا قبل از این که در ایران به نام فرمایشات شما، قبل از این که در ایران واعظ شیعی، آخوند شیعی، ملای شیعی وجود داشته باشه، به ویژه سخنگو منظورم است، سخنران، در نواحی دیگر مثل لبنان و شامات و اینا بوده؟ البته در اونجا به خاطر چیز اسماعیلی ها و زیدی ها چون سکونت داشتن و اینها عقایدی شیعی داشتن و به امامت های حدودی اعتقاداتی داشتن، تعدادی شیعه در این نواحی وجود داشتن. آنچه که مهم هست، من مستندات تاریخی رو برای شما گفتم. آنچه که در مورد مالیات، گرفتن مالیات از مردم در دوران صفویه مرسوم بود، طبق مستندات احسن تواریخ و یا کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی و عالم‌آرای صفوی. ببینید، طبیعی است که پیوستگی ملایان بزرگ به دربار و حکومت درآمد سرشاری را از بیت المال و یا بگیم بودجه کشور در اختیار اونها قرار میداد. طبیعی بود که این افراد زندگی مرفعی داشتند. کسانی هم که از جبل عامل و دیگر نقاط دیگه با تطمیع مالی و ثروت اینها رو به ایران میکشاندند، طبیعتا زندگی مرفعی داشتند، زیرا که از طریق دربار به اینها داده پول داده میشد. پیوستگی ملایان در ایران با دربار پیشینه بسیار عمیقی داره، به خصوص در زمان صفویه. آنچه که مهم هستش و من باید بهش توجه داشته باشم و براتون بیان بکنم این است که طبیعی است یه تعدادی در دوران صفویه زاکرین، مدهان و روزخانانی وجود داشتن که اینها به مصیبت و نقل مسائلی که در کربلا و برای حسین ابن علی ایجاد شده و به وجود آمده رو بیان میکردن. مهمترین کسی که در این راه که پیشینه بسیار سوال‌آمیزی داره، ملا حسین کاشفی هستش که یک کتابی نمیشه به نام روزت الشهدا. این کتاب روزت الشهدا در حقیقت در مصیبت مسائل کربلا هستش، پیش از عظیمت حسین ابن علی به کربلا و در این حال بعد از این بقایی شهادت و یا بگیم قتل حسین ابن علی. آنچه که مهم هست، این کتاب رو از زمانی که این نوشت و اصولا این شخص چون سنی مذهب بود، با آمدن اسماعیل فرار کرد، رفت به هرات، بعدها باز دوباره به سبزوار آمد، اونجا متولد شده بود و سعی میکرد به ظاهر خودشو شیعه نشان بده ولی در اصل سنی مذهب. این کتاب روزت الشهدا رو تعدادی از زاکرین کم سواد و عامی بر سر منبر می نشستند و می خواندند.
در حقیقت رؤزت الشهدا خانی شروع مسئله روزخانی هستش. و میدونید اصلا کلمه روزه از همین رؤزت الشهدا میاد و روزخانی و غیره، و از این زمان تا به زمانی که من و شما اکنون زندگی میکنیم و ایرانیان باش درگیر هستن این ادامه داشته. حدوداً چه سالی بوده است رؤزت الشهدا نوشته میشه؟ ملا حسین کاشفی در سال 940 هجری فوت کرده و احتمال فراوان میره که این در زمان تقریبا در زمان 910 تألیف شده باشه این کتاب. یعنی در اواخر در برای با سقوط صفویه طبیعتا یک دگرگونی در دستگاه روحانیت به وجود آمد، یعنی شکستی هم برای روحانیت بود و تعداد زیادی از اینا فرار کردند و رفتند و بازگشتند. تعدادی از این افراد بعدها به مقامات شیخ الاسلامی هم رسیدند. آنچه که مهم هست در زمان فتح علی شاه دوباره به علت درامیختگی سیاست با دین و مذهب روحانیت دوباره شروع میکنه در ایران تولد دیگه، تولدی پیدا جدیدی پیدا بکنه و هنوز نفوذش در مسائل اجتماعی ایران و مسائل دولت و حکومت بی‌تردیده. آنچه که مهم هست من فقط متاسفم که فرصت نداریم، ولی این موقعیتی که ملایان تا اواخر دوران قاجاری داشتن با انقلاب مردمی و ملی مشروطیت ایران به پایان رسید. در دور دست زمان رضا شاه تا حدودی مهار و محدود شد، و ولی بعد از جنگ جهانی دوم و آمدن و قضایای جنگ سرد دوباره ملایان در ایران نفوذ بیشتری پیدا کردند. اشتباهات بعدی سیاسی که در دوران شاه انجام گرفته و آمیختگی نهادهای دولتی و حکومتی با مسائل دینی و غیره و نفوذ آیت الله بروجردی، کاشانی، بهبانی و غیره و اینها طبیعتاً نهاد روحانیت رو در ایران دوباره زنده کرد، در حالی که در دوران رضا شاه به مقدار بسیار وسیعی کم شده بود و نفوذ اونها ناچیز بود. آنچه که مسلم هستش اجرت و یا درآمد اصولا مداحان، روزخانان ارتباط مستقیمی داره با درآمد دولت، روابط دولت و حکومت با روزخانه ها و روحانیون و اوضاع معیشتی و اقتصادی کشور ایران. اگر مرغ و یا گوشت در ایران گران میشه، تحریم ها سبب مشکلات اقتصادی در ایران شده، طبیعی است که مداحان و روزخانه ها هم در ایران مشکلاتی دارن. من اکنون میدانم اخبارش در اینترنت هست و من شنوندگان و بینندگان شما توصیه میکنم نگاهی به گوگل بیندازن. در اونجا در خود ایران همکنون این بحث بین دولت و حکومت و مداحان و روزخانان و ملایان ادامه داره و بسیار هم شور و هیجان پیدا کرده، زیرا که اونها بیشتر میخوان. آقای دکتر چوبینه ممنونم از حال. من متاسفم که تمنا میکنم فرصت در آینده خواهیم داشت و این بحث بسیار اساسی رو باید دنبال بکنیم با شما. درود بر شما، شبتون بخیر.